امروز میخوایم در مورد یک کمپرسور بیتزر 4HE2540P صحبت بکنیم. این کمپرسور رو یکی از همکارا از ما خریداری کرده، قرار کمپرسور رو براشون ارسال کنیم و نصب و راه اندازی انجام بدیم. گروه مهندسی مهر اسپند هم خدمات جانبی بعد از فروش رو انجام میده، هم میتونه بهتون مشاوره بده، به همکارا اگه نیاز داشته باشن میتونه مشاوره بده در مورد شرایط کار دستگاه، هم سیستم الکتریکال هم مکانیکال، تا کمپرسور مجدد آسیب نبینه. الان این کمپرسور نو خریداری شده، مجدد کمپرسور نو هم آسیب نبینه. اما امروز میخوایم در مورد اجزای این کمپرسور 4HE صحبت بکنیم. از انتهای کمپرسور شروع میکنیم. تو انتهای کمپرسور اویل پمپ قرار داره، اما روی اویل پمپ ما دو اتصال دیگه داریم. نگاه کنید اینجا که نوشته تاب، یه مثبت داریم، بعد سمت چپ هم ما یه اتصال منفی داریم. میبینید اینجا منفی نوشته شده. پس روی اویل پمپ ما یه مثبت و منفی داریم. این منفیه مستقیم سمت چپیه، مستقیم میره توی کارتر کمپرسور، راه پیدا میکنه مستقیم به اینجا. میبینید اینجا کارتره و بالایی راه پیدا میکنه به دهش اویل پمپ. شما از این اتصال میتونید برای اویل پرشر سویچتون استفاده بکنید. به این ترتیب دو تا اتصال داره، یه اتصال سوزنی، یه اتصال غیر سوزنی عادی یک چهارم. شما میتونید از این اتصال استفاده کنید و اویل پرشرتون رو بیارید تو مدار بالا. و اول بیاییم پایین کمپرسور. تو قسمت پایینی ما یه درپوش آلن خور داریم، تو جدیداش آلن خوره. اینجا یک پیچ آهنربایی هست، پشت این آهنربا هستش. اینجا فیلتر روغنمون هستش، فیلتر روغن اینجا قرار میگیره و علاوه آهنرباش. این سمت ما غلاف هیتر رو داریم، هیتر رو مستقیم نمیبندیم، از طریق یک غلاف میبندیم تا هیتر مستقیم با روغن در تماس نباشه و روغن رو بسوزونه. میایم پهلوی کمپرسور. پهلوی کمپرسور ما یه ساید گلس داریم، پلاک کمپرسور داریم. میبینید سطح روغن رو هم اینجا ما یه پلاک داریم، اما بالای این اتصال ما یه اتصال دیگه داریم. این اتصال اتصالی هستش، شما میتونید با باز کردن این روغن رو از اینجا به داخل کمپرسور شارژ کنید. اون سپراتور رو ما می آوردیم اینجا نصب می کردیم قدیم، اما بیتزر یک اتصال دیگه هم اینجا کار گذاشته. می بینید توی مدل جدیدترش سمت سیم پیچ، سمت ساکشن، اینجا رو معرفی کرده به عنوان لوله برگشت روغن از اون سپراتور. این پهلوی کمپرسور رو با هم دیگه می بینیم. این پهلوی کمپرسور دو تا اتصال داریم. این دو تا اتصال مسئول متعادل کردن گاز و روغنه. پس دو تا اتصال داریم. زمانی که میخوایم موازی استفاده بکنیم یک کمپرسوریو، میایم از اون دو تا اتصال استفاده میکنیم. ترمینال برق کمپرسور هست. ترمینال برق کمپرسور هستش. رله محافظ این سمت قرار داره و 6 تا سر برای وصل کردن مدار قدرتمون اونجا قرار داره. ببینید همراه کمپرسور ما دستورالعمل نصب و راه اندازی رو داریم، همراهش پایه ها هست. میبینی فنرها و لاستیک های پایه هستش و همینطور اتصالاتی که بتونید ترمینال برق رو ازش استفاده کنید، این که تک ضرب راه اندازی بشه یا دو ضرب. دوم میایم سر اتصالات ساکشن و دیسچارج. ما شیره ساکشن و دیسچارج رو داریم، شیره دیسچارج رو داریم، شیره ساکشن رو داریم. روی شیره اتصال وجود داره، اما رو خود بدنه هم ما اتصالاتی داریم. برای مثال انتهای کمپرسور میبینید همین فلنچی که میبینید برای دیسچارج استفاده شده، روبروش این فلنچ هم هست که میتونید جا به جاش کنید. وسط اون یه اتصال یک چهارم هست، اتصالی هستش که میتونید برای
فشار بالاتون استفاده کنید، های پرشرتون استفاده بکنید، سنسور فشارتون نصب بشه. در این سمت دوباره ما یه اتصال دیگه داریم، اینم سمت فشار بالا. شما میتونید اینجا هم ترانسمیتر نصب کنید یا این اتصال نصب کنید. سنسور دمای دیسچارج، پس ببینید این سنسور دمای دیسچارج فابریکه بیتزر هستش، اینجا میتونید نصبش کنید. چه کمکی میکنه؟ توی بعضی موارد کاربری زیر صفر هست میتونید یه CIC نصب کنید. ببینید خیلی موارد هست، باید دقت بکنید. این کمپرسور ورژن 1 SMPچش، در مورد اون قبلا توضیح دادیم و باز هم یه فیلم در موردش خواهم ساختش. اما CIC رو میتونید نصب کنید، سنسور دمای دیسچارج ببینه. اینجا رو میبینید، این اتصال که نوشته C، اینجا تزریق مایع نصب میشه. ما تو قسمت CIC کمپرسور دو مرحله اینو کامل توضیح دادیم، اما میتونید سنسور تزریق اینجا نصب کنید. پس تزریق مایع از خط مایع به اینجا انجام میشه از طریق یک شیر تزریق. چی فرمان بهش میده؟ سنسور دمای دیسچارج هست و CIC، جایی که نسبت تراکممون بالاست. از اون سمت ما یه اتصال دیگه هم اینجا داریم بالا که میتونیم از اون استفاده کنیم. نگاه کنید کنارش نوشته بالاش LP Low Pressure، فشار پایین. پس ما از این اتصال هم میتونیم استفاده کنیم. در کل هر گونه مشاوره فنی خواستید برای محصولی که دارید خریداری میکنین، ما هم میتونیم محصول رو به شما بدیم با قیمت بسیار نازل. قیمت هایی که گروه مهندسی مهرسمند میده شما به هیچ شما نمیتونید در بازار ایران پیدا بکنید، در این حالی که کیفیت محصول درجه 1 هست و از همه مهمتر پشتیبانی فنی خیلی قوی خواهید داشت. شما بدون این که نیروهای پرسنل بسیار قوی و حرفه‌ای داشته باشید، میتونید با در کنار ما بودن نیروهای قوی، پرسنل فنی قوی رو در کنار خودتون داشته باشید.